ما اینو داشتیم، فقط اینجوری هر دفعه n رو میدادیم، تصور میکردیم اوله، بعد از دو تا n میشمردیم و اگر اول بود اینو مینوشتیم، فقط متغیر اول رو عوض میکردیم اگه به چیز تقسیم میشد. پس اگه به هیچ کدوم تقسیم بر صفرش درست نبود، با همون true میرسیدیم به اینجا. اما اگه اینو بفهمید، تمام برنامه‌ای که مینویسیم رو خواهید فهمید. هیچ پیچیدگی نداره بزن. حالا من فقط n رو میذاشتم، من میخوام اصل صورت مثلا چی بود؟ میخوام 1 تا 1000 همه عددهای اول رو نشون بدم. پس میتونم به جای این کار اصلا اینو تبدیل کنم به فانکشن، خیلی هم قشنگتر میشه. def is prime، آیا عدد اوله؟ یه عدد هم بهش میدم. چیکار کردم؟ یه خرابکاری کردم. بیا بردمش جلو. توی def وقتی همه رو بردم جلو چهارتا، یعنی که همه این مجموعه توی این فانکشن هم. فانکشن ها رو قبلا دیده بودیم. من هر اینی که بدم به این به تابع is prime، اول تصور میکنه true، تا اون میشموره، بعد اینه تابعه، من میتونم یه چیزی هم برگردونم، یعنی میگم این کار که تموم شد اول رو برگردون، در واقع یا true برمیگرده یا false. اگه اول بود true برمیگردونه، چون تصورم اینه که اینه، اگر نه false برمیگردونه، متغیرهای بولیان میتونن true باشن یا false باشن، درست باشن یا غلط باشن فقط. پس من اینجا میتونم بگم print کن is prime 17، در واقع میاد تابعه is prime رو صدا میزنه با عدد 17، این کارا رو میکنه، به جای n میذاره 17 تو همه جا و بعدن یه چیزی برمیگردون، اگر اول بود 0 و 1 میشه، دقیقا میگه true is primeش درسته. 18 false کاملا درسته. حالا من چی میخواستم؟ من نمیخواستم یه عدد رو چک کنم، من میخواستم بگم for i in range 1 تا 1000، 1001 چون میخواهیم خودشم بشموره، این i آیا با این i قاطی میشه؟ نه، چون که این i توی یه دونه تابه است، این i بیرون اون تابه است، در اونشه هیچ ربطی به هم نداره. من میگم از این تا این بیا print کن i رو و is prime i رو. چون میخواییم برنامه اول تست کنیم، میگه فقط 1 تا 10 رو چک کنیم. اینجا n بود، در چه من اینجا هر عددی بذارم، یادتونه وقتی 17 میذاشتم n میشد 17، الان اگر i بذارم میشه i. دقیقا میگه برای 1 true، 1 اوله، برای 2 true، 2 تنها عدد زوج اوله، برای 3 true، 4 نیست، 5 true، 6 false، 7 true. دقیقا برنامه رو نوشتیم. حالا من میگم میخوام تا 100 نشون بدم، درسته تا 100 این کارو میکنه، ولی من دقیقاً true false رو نمیخوام، من فقط prime رو میخوام. در نتیجه میتونم بهش اینجا بگم که برای i اگر is prime i بود، کار باحالیه کردیم اینه که is prime مون عدد در واقع اول بودن رو برمیگردونه، true و false برمیگردونه، در چه وقتی true برمیگردونه، در واقع دارم میگم if is prime i print i، اگر is prime بود true برگردون، یعنی عدد اول بود، i رو بنویس. دقیقا فقط اعداد اول رو نوشت، خیلی باحاله. اینجا میتونیم یه قلم کوچولو هم استفاده کنیم، یه کاما که بذاریم دیگه سر خط نمیره، در نتیجه اینجوری مینویسه. همین حالا من میتونم بگم تا 1000 هم چک کن، تا 1000 به این راحتی و سرعت برام برگردوند. میتونستم کارهای باحالتری هم بکنم، میتونستم مثلا بگم من میخوام چند تا دارم اصولا، اینجا میتونم بگم prime sum، معمولا sum رو برای جمع استفاده میکنی، مساوی 0. اگر این بود prime sum مساوی با prime sum به علاوه 1، به prime sum یکی اضافه کن اگر عدد اول بود، خیلی دیگه باحالیه دیگه. در واقع من یه چیزی رو برابر صفر گرفتم، یه کانتره. اینجا میتونم بگم count بهتر از sum بود، sum معمولا برای جمع. خوب اسم متغیراتون رو درست بذارین، چون بعدا میفهمین دقیقا دارین چی کار میکنین. من میگم شمارنده عدد اول رو به هر دونه ای که رسیدی یکی اضافه کن، در اینجا عدد اول رو مینویسه، اینجا یه print میذارم که برم سر خط، بگه print
مثلا و پرینت کن total v hat خیلی هم خوب prime count prime numbers و با میگم که بنویس ما اینقدر عدد اول داشتیم 169 تا عدد اول هست بین 1 تا 1000 و امیدوارم برنامه درست باشه البته منطقا درسته ما که داریم با حال بازی در میاریم سرعت پایتون هم خیلی تو این حالی نیست چون برنامه رو خیلی بد نوشتیم سعی میکنم بریکش کنم آن کار کرد ولی که اضافت کاری شد داره خورت خورت حساب میکنه و مینویسه خیلی برنامه چرتی شد کنترل سی میزنم بریک میکنم من میتونستم اینو خیلی جالب تر بنویسم ببینید این چیه میگه که عدد تا اونجا بشمور آیا واقعا لازمه تا اونجا بشمورم من فقط میخوام تعداد عدد اول رو مثلا بشمورم بیاین اینو حذف کنیم من دیگه عدد رو نمی‌نویسم فقط تعدادش رو میخوام جمع بزنم تو لینوکس دستور تایم داریم که قبل از هر چیزی بزنیم میگه این دستور چقدر طول کشید بذار ببینیم چقدر طول میکشه من میخوام ببینم عدد اول هست یا نه به 2 تقسیم میشه به 3 میشه به 4 میشه به 5 میشه دارم همه اینا رو چک میکنم تا خود عدده راحت تعیینش کنم که بگم تا نصف عدده چک کن چرا چون اگر عدده به 2 تقسیم میشد خب به نصفش هم تقسیم میشد دیگه بذاریم بریم یه ویدیوی دیگه یه خورده برنامه‌مون رو سریع‌تر